فقط خبرها. انفجار در مسجدی در ننگرهار، حداقل 60 نفر کشته شدند. گروه طالبان میگوید کار آنها نبوده. FATF is now reintroducing further countermeasures. In addition, ماراتون ایران و نهاد ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برای آخرین بار به تهران 4 ماه مهلت داد. با وجود توافق برای آتش بس 5 روزه در شمال سوریه، درگیری میان ارتش ترکیه و کردها ادامه دارد. و لبنان برای دومین روز شاهد اعتراض‌هایی به سیاست‌های اقتصادی دولت. معترضان لاستیک خودروها را آتش زدند و نیروهای امنیتی از گاز اشکاور استفاده کردند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در انفجاری در مسجدی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 62 نفر کشته شدند، 36 نفر هم زخمی شدند. به گفته عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، انفجار هنگام نماز جمعه رخ داده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما طالبان آن را محکوم کرده. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ما. علی، از آخرین ها برامون بگو. مسجد به نظر میرسه انفجار خیلی قوی بوده، چرا که سقف مسجد را آورده پایین و بر اساس برخی منابع حدود 100 نفر زخمی شدن. گرچه عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به ما گفت که 36 نفر زخمی شده، در بین افرادی که کشته شدن 10 تا 8 کودک هم دیده شدن و به گفته والی ننگرهار هم بیش از 20 نفر از زخمی ها که به شفاخانه ولایتی ننگرهار منتقل شدن، از زخمی ها وضعیتشان بسیار وخیم است. همانطور که گفتی هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، طالبان با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. اما ما میدانیم که هر دو گروه داعش، دولت اسلامی و گروه طالبان در ولایت حسکم اینا، به ویژه گروه داعش در گذشته فعالیت سرده‌ای داشتن، گرچه داعش در این اواخر فعالیتش در مجموع در ننگرهار بسیار کم شده. گروه طالبان چون این مواردی را به عهده نگرفته، یعنی حملاتی که به عنوان اهداف نرم در داخل مساجد بوده، اما بارها مشاهده شده که گروه داعش مسئولیت چنین حملاتی را گرفته. در عین حال به طور آنطور که بر اساس موارد گذشته میتوان گفت، هر بار گروه داعش عملیات‌ها و حملاتی را که انجام داده دیرتر و پس از یک روز بر عهده گرفته، ولی فعلا میشه گفت که هیچ گروهی بر عهده نگرفته و گروه طالبان هم رد کرده. در عین حال باید بگیم که در این اواخر ربع سوم سال جاری میلادی بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد ماه بسیار مرگباری بوده. این ربع سوم سال 2019 میلادی، آنطور که سازمان ملل متحد گفته، در ربع سوم 1174 نفر کشته شدند و همچنین 3139 نفر دیگر زخمی شدند. ممنونم از علی حسینی همکارم از کابل. با یک نماینده مجلس ایران گفته حذف آموزش زبان انگلیسی از مدارس خلاف قانون تحصیل رایگان است. فاطمه ذوالقد میگوید واگذار کردن آموزش انگلیسی به آموزشگاه‌های خصوصی هزینه بر است و همه خانواده‌ها از پس این مخارج بر نمی‌آیند. اخیراً گزارش شده حدود 60 نماینده مجلس طرحی ارائه کردند که آموزش زبان انگلیسی جزء درس‌های اختیاری باشد و تدریس آن به هزینه دانش آموزان به آموزشگاه‌های آزاد واگذار شود. فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواهان تغییر مدیر زندان اوین و همینطور رئیس سازمان زندان‌های کشور شده. آقای میثمی در این نامه رئیس اوین را به نقض بی سابقه حقوق زندانیان متهم کرده. او هشدار داده که اگر این خواسته برآورد نشود، زندانی‌ها نافرمانی از دستورات را شروع خواهند کرد. ژاپن نیروی دفاعی به تنگه هرمز می‌فرستد. روزنامه آسایی چاپ ژاپن به نقل از مقام‌های این کشور نوشته اعزام این نیروها در چارچوب ائتلاف به رهبری آمریکا نخواهد بود. ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس به ابتکار آمریکا شکل گرفته. ژاپن پیشتر از این هم گفته بود به این ائتلاف نمی‌پیوندد، اما ناوهای گشتنی خود را به مناطق دورتر از تنگه هرمز خواهد فرستاد.
نهاد ناظر بین‌المللی FATF یک بار دیگر به ایران برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مهلت داده، ولی این بار گفته اگر ایران تا فوریه سال 2020 یعنی 4 ماه دیگر این مصوبه ها را اجرا نکند، ایران را به فهرست سیاه باز می‌گرداند. ایران برای خروج دائمی از فهرست سیاه این گروه باید مقررات موسوم به پالرمو و CFT را به قوانین داخلیش اضافه کند، مقرراتی که در مجلس ایران تصویب شده ولی با مخالفت شورای نگهبان حالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تصویب نهایی است. از آرش حسنیا روزنامه‌نگار درباره احتمال تصویب شدن این طرح در ایران پرسیدم. از طرف گروه ویژه اقدام مالی FATF چیزی که محرز هست این که در این بیانیه تاکید شده که این آخرین مهلت هست به ایران و اگر ایران تامین نکنه خواسته های این گروه ویژه اقدام مالی رو با اقدامات تنبیهی این نهاد روبرو خواهد شد و به در واقع به لیست سیاه این نهاد باز خواهد گشت. البته در همین بیانیه هم تاکید شده در پیرو بیانیه پیشین FATF که هم نظارت ها بر مؤسسات مالی داخل ایران و مبادلات مالیشون بیشتر خواهد شد، همین که به کشورهای عضو این گروه تاکید شده که نظارت و در واقع حساسیت بیشتری داشته باشن برای مبادلات مالیشون با ایران. اساساً فرض بگیریم اگر ایران این رو تصویب نکنه، چه تأثیری ممکنه تصویب نکردن اون و بازگشت ایران به لیست سیاه بر زندگی مردم عادی بگذاره؟ ببینید، این همین پرسشی است که در واقع مخالفان پیوستن به اون پاسخ روشنی دارن. میگن که مگه الان چه اتفاقی داره میفته با توجه به خروج آمریکا از برجام و تهدیدها و محدودیت‌هایی که اعمال میکنه بر نظام بانکی و مبادلات مالی. همونطور که میدونیم اروپا با تمام تلاشش رو کرده اقداماتی رو بکنه برای اینکه دست کم در سطح محدودی بتونه این مبادلات صورت بگیره. اینستکس از جمله این تلاش‌ها بوده اما هیچکدوم به ثمر نرسیده. در واقع مخالفان پیوستن علاوه بر اون حالا بحث‌هایی که میشه که گفته میشه، اونها نگران این هستن که مثلا کمک‌های مالی ایران به گروه‌های مثل حزب الله و حماس یا سایر گروه‌ها مشکلی براش ایجاد بشه یا دور زدن تحریم‌ها براش مشکلی ایجاد بشه، اونها همین پرسش رو مطرح می‌کنند که مگه امروز که ما در لیست سیاه FATF قرار نداریم چه مبادلات بانکی رو میتونیم انجام بدیم؟ برای اینکه آمریکا به شدت مبادلات بانکی با ایران رو تحت نظر داره، بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی و شرکت‌ها رو تهدید می‌کنه برای اینکه این اتفاق شکل نگیره. اما در مقابل موافقان پیوستن و به جا آوردن این ملاحظات بین المللی بر این باورند که ایران در شرایطی است که باید هرچه بیشتر تعامل بیشتری با بخشی از جامعه جهانی به جز آمریکا داشته باشه تا بتونه از این شکاف بین مثلا آمریکا و اروپا استفاده بکنه، یا اینکه حتی اگر کشورهای دوست و نسبتا همراه با ایران مثل چین یا روسیه یا ترکیه اگر قرار هست که کمک‌هایی رو به ایران بکنن برای اینکه شرایط تحریم رو به راحت‌تر سپری بکنه، با ممانعت از پیوستن ایران به FATF این راه‌های بسیار باریک مسدود میشه و اونها نگران این هستن که همین اندک مبادلات هم صورت نگیره. آرش حسنیا بود روزنامه‌نگار اقتصادی. اما کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیو با ماست. کیوان، چه کسانی در ایران و اصولا چرا مخالف در واقع این پس شدن یا اجرای این مصوبه ها هستند؟ تقریبا این تبدیل شده به یک دعوای جناحی بین دو گروه در ایران، اون گروه و جناحی که خودش رو منسوب میدونه و از حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار هست و همچنین نزدیک هست به گروه بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران که اصولگرایانی هستند که در مجلس شورای اسلامی هستند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و به طور کلی کنترل شورای نگهبان رو هم در دست دارند. در مقابل اینها اون گروهی هستند که به اسم اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در یک ائتلافی به سر میبرند در مجلس شورای اسلامی و البته قدرت رو در دولت هم در دست دارند. 4 لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود در ارتباط با FATF، 2 بخشش مربوط به اصلاح قوانین بود. اون قسمتی که مال پولشویی بود و مبارزه با تروریسم مربوط به اصلاح قوانین بود تصویب شد و پیوستن به کنوانسیون ها موند، به خاطر اینکه در شورای نگهبان اون گروهی که فکر میکنند این لوایح میتونه به حمایت های بین المللی ایران از گروه های دیگه ضربه بزنه
متوقفش کردن. اختلاف اساسی و استدلالی هم که مدام مطرح میکنند این هستش که تعریفی که ما از تروریسم داریم با تعریفی که کشوری مثل آمریکا داره یا غرب به طور کلی داره متفاوت هست و اونها گروهایی رو که ما اعتقاد داریم باید در داستان محور مقاومت ازشون حمایت بکنیم رو تروریستی میدونن، مثل گروه جهاد اسلامی در غزه، حماس در غزه، حزب الله لبنان، و نمیتونیم به اونها حمایت مالی بکنیم. ضمن اینکه در کنوانسیون پالرمو بحث قاچاق مطرحه که مخالفت میشه با قاچاق اسلحه و بخشی از اسلحه هایی که احتمال داره رد و بدل بشه و سپاه نیاز داشته باشه در بخش های مختلف در عراق، سوریه و لبنان هم میتونه در مفهوم قاچاق اسلحه ای که در این کنوانسیون بین المللی تعریف شده جای بگیره. اصلا الان این مصوبه ها گیر کرده در مجمع تشخیص مصلحت، چرا ردش نمیکنن؟ این سوال خیلی خوبی است، از این جهت به خاطر اینکه مدام هم به تاخیر میفته و اینها انگار که خجالت بکشند از جامعه بین المللی نمیتونن ردش بکنند، حتی جلسات رو بررسی نمیکنند. یعنی ما خبری که همش داریم اینه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه بررسی این دو لایحه به تاخیر میفته به خاطر اینکه تبعات بین المللی که احتمالاً خواهد داشت براشون اونقدر سنگین هستش که نمیتونن ردش بکنند. چه بسا اگر که همینطوری که آرش حسنی ها روزنامه‌نگاری که باش مصاحبه کردیم اشاره کرد، مسئله خروج آمریکا از برجام نبود، تا الان همین گروه هایی که مخالف بودند اساساً این رو تصویب میکردند. اما تحریمی که ایران شده و بود و نبودش دیگه در FATF و فهرست سیاه اونقدر تأثیری نداره، به اون گروه های مخالف این بهانه رو داده که بتونن مقاومت بکنند و تا امروز اون رو تصویب نکنند. ضمن اینکه چشم اندازی هم وجود نداره که تو این 4 ماه نظرشون عوض بشه. البته به هر حال ظرف این 4 ماه باید یک تصمیمی بگیرن. درسته. ممنونم ازت کیوان کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیو. نگاه دوباره بکنیم به عناوین خبری مهم امروز. بر اثر انفجار پرتلفات در مسجدی در ننگرهار حداقل 60 نفر کشته شدند. طالبان افغانستان میگوید این حمله در این حمله دخالت نداشته. نهاد ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف به FATF برای آخرین بار به تهران 4 ماه مهلت داد تا تکلیف لوایح را مشخص کند. در ادامه برنامه، استفاده از ماهواره برای تشخیص نهنگ‌هایی که به گل می‌نشینند. رغم توافق ترکیه دیروز برای توقف جنگ در شمال سوریه، تیراندازی‌ها و بمباران‌های پراکنده در این مناطق ادامه داشته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوهایش با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیشب توافق کرد که درگیری‌ها را به مدت 5 روز متوقف کنند تا نیروهای کرد بتوانند مناطق شمال سوریه را ترک کنند. اما نیروهای کرد گفتند تنها به طور محدود عقب نشینی خواهند کرد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. رسول این قبل از ظهر امروز نشانه هایی از ادامه زد و خورد ها، علی‌رغم توافق ترکیه و آمریکا که در آن ترکیه قول داد به مدت 5 روز جنگ ها را متوقف کند. این در گوشی در داخل شهر، نیروهای سوری که از طرف ترکیه حمایت می شوند در زد و خورد با نیروهای کرد محلی. در رسول این پیشروی این نیروها با مقاومت کردها چند روز است که متوقف شده. گفتگوهای مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز در آنکارا 5 ساعت طول کشید. گفتگوهایی به گفته یه طرف آمریکایی سخت و پرتنش. گفتگوهایی که ترکیه در آن قبول کرد جنگ ها را برای 120 ساعت 5 روز متوقف کند. توقفی که مایک پنس به آن نام آتش بس داد. ایالات متحده آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس در سوریه به توافق رسیدند. در توافق دو طرف با چندین بند به نظر می رسد که آمریکا دست ترکیه را برای حضور در شمال سوریه باز گذاشته است. در یک بند گفته شده که نیروهای ترکیه که منطقه امن شمال سوریه را اداره خواهند کرد، امنیت مردم منطقه را تامین خواهند کرد. و در بند دیگری گفته شده که منطقه امن نگرانی های امنیتی سوریه را تامین خواهد کرد. و در بند دیگری آمده که توقف در جنگ ها به جنگجویان کرد فرصت خواهد داد که از منطقه خارج شوند. روزنامه های ترکیه امروز نوشتند ترکیه در این گفتگوها همه ی آنچه را که میخواست به دست آورد. یک پیروزی برای ترکیه در منطقه امن. جالب این که رئیس جمهوری آمریکا هم اینجا این توافق را یک پیروزی برای خودش تلقی کرد. پیروزی که توانسته جان میلیون ها نفر را به گفته او نجات بدهد.
agreed on a pause or a ceasefire. ما تونستیم در مورد آتش بس یا توقف جنگ در منطقه مرزی سوریه به توافق برسیم. کاری که من کردم کار معمولی نبود. من گفتم بذارید یک چند وقتی با هم بجنگن. بعضی وقتا باید گذاشت مدتی با هم بجنگن. معلوم نیست توقف در جنگ تا چه حدی عملی شود. از قول فرمانده نیروهای کرد مظلوم کوبانی گزارش شده که نیروهای کرد این توقف در جنگ را تنها در محدوده 100 کیلومتری بین رأس العین و تل آبیب به رسمیت خواهند شناخت. اما رئیس جمهوری ترکیه حالا میگوید اگر کردها فوراً خارج نشوند او به عملیات نظامیش شدت و سرعت خواهد بخشید. او این را هم گفت که ترکیه با جایگزینی نیروهای کرد با نیروهای بشار اسد مخالفتی نخواهد داشت. حرفی که معلوم نیست چه معنی برای منطقه امن خواهد داشت که قرار است آوارگان سوری در آن اسکان داده شود. خبر توقف جنگ برای نزدیک به 1 میلیون نفر از ساکنان نوار مرزی سوریه با ترکیه خبری خوب است. به گفته سازمان ملل نزدیک به 160 هزار نفر از مردم مناطق مرزی سوریه طی 8 روز گذشته با شروع جنگ ها بی خانمان شدند. بخش مهمی از آنها راهی داهوک در شمال عراق هستند. بسیاری از آنها قبلا چند بار طی جنگ ها با داعش خانه به دوش بودند و امروز باز هم راهی اردوگاه های آوارگان. کسری نجی بی بی سی. امار گلی روزنامه‌نگار از شهر دساو آلمان با ماست. آقای گلی، فکر می‌کنید این 5 روز آتش بس که به صورت پراکنده هم داره شکسته میشه، اما آیا فرصتی فراهم میکنه برای غیر نظامی های کرد که از اون منطقه خارج بشن؟ من یه اشاره بکنم، در حقیقت این توافق نیست بین نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت ترکیه، توافقی هستش بین ایالات متحده و ترکیه که به نوعی نیروهای دموکراتیک سوریه با اون آتش بسی که اعلام شده توافق کردن، یعنی موافقت خودشون رو استقبال کردن از این مسئله، به این دلیل که این کشتار متوقف بشه. در حقیقت هدف و نیتی که پشت این توافق یا این تفاهمی که بین ایالات متحده و ترکیه صورت گرفته اینه که فشارهای بین المللی روی دو دولت رو کم کنن، فشارهای داخلی رو خصوصا در ایالات متحده رو دولت ترامپ کم کنن و به واسطه کم کردن فشارها بتونن مرحله دوم به نوعی این عملیات رو پیش ببرن که جایگزین کردن نیروهای ترکیه است، با یعنی به نوعی پلیس ترکی با پلیس آمریکایی. اما در این وسط اون چیزی که اتفاق افتاده، اون همبستگی بین المللی، اون اعتراض بین المللی همچنین در سطح دولت‌ها و هم در سطح افکار عمومی با نیروهای دموکراتیک سوریه بوده، به نوعی که این پیغام رسیده به افکار عمومی که این جنگ یک جنگ یک جانبه است و جنگی نبوده که نیروهای دموکراتیک سوریه شروع کنندش باشند و این یک جنگ دفاع از خود در این مناطق. من یک اشاره ای هم بکنم به گزارش آقای کسری ناجی. من تا این لحظه که رویدادها رو دارم تعقیب میکنم، هیچ یک از مقامهای اقلیم شمال شرقی سوریه از عقب نشینی محدود یا گسترده صحبتی نکردن. در حقیقت هنوز اونا منتظرن ببینن مفاد این توافق چیه. یعنی ما هنوز اطلاعی نداریم که اونا با این توافق یا این تفاهم نامه بین واشنگتن و آنکارا موافق هستن یا نه. به طور ضمنی دیشب اکثر رهبران این منطقه اعلام کرده بودند با این مفادی که در رسانه ها منتشر شده مخالف هستن. ولی تفسیر دو طرف کم و بیش متفاوته از این توافق، درسته؟ به نظر نمیاد تفسیر دو طرف متفاوت باشه، به این دلیل که جیمز جفری اون دیپلمات ارشدی که در مذاکرات حضور داشته کاملا و دقیقا اون حرفهای چاوشوغلو و تکرار کرد و اعلام کرد این یک آتش بس نیست، این یک توقف درگیری است به منظور عقب نشینی نیروهای کرد از منطقه. در حقیقت جیمز جفری، حالا نمیدونم چقدر بینندگان شما آشنا باشن با سابقه ایشون، یک لابیگر
دولت ترکیه هستن در دستگاه دیپلماسی ایالات متحده. اما شما خودتون با در واقع مسئولان کرد در اونجا شاید نزدیک باشید و در تماس بودید، فکر میکنید اونها باز از این پنج روز چه استفاده ای خواهند کرد؟ آیا استفاده خواهد شد از این پنج روز برای اینکه کم و بیش نیروها رو عقب‌تر بکشند و همینطور به یک سطحی از در واقع ثبات در اون منطقه برسن که ترکیه هم امکان پیشروی بیشتر رو نداشته باشه؟ به نظر نمی‌رسه با این مفادی که اعلام شده اونا با این مفاد موافق باشند. همینجور که لحظاتی پیش فکر کنم حدود نیم ساعت پیش بود دونالد توسک از اتحادیه اروپا اعلام کرد که این یک توافق نیست، این رسما یک کاپیتولاسیونه که دارن به کردها تحمیل میکنه، یعنی افکار عمومی دولت‌ها به این امر واقف هستن که این توافق دقیقاً اون چیزی رو داره ارائه میده به دولت ترکیه که خواسته بودن و از قبل هم خواستارش بودن. در حقیقت الان یک کارزار یعنی دیپلماتیکی در جریان هستش هم بین نیروهای کرد و دمشق و هم از سمت دیگه از اتحادیه اروپا به رهبری ایمانوئل ماکرون و آنگلا مرکل که ظاهراً قراره در روزهای آینده، الان مشخص نیست در چه تاریخی دقیقاً، قرار با اردوغان سر این مسئله مذاکره کنند و باش نشستی داشته باشند. اما مسئله اصلی در این وسط اینه که دولت ترکیه نیاز داره بالفعل منطقه رو اشغال کنه و وقتی هم اشغال کرد متاسفانه قادر نیستن ترکیه رو از منطقه بیرون ببرن، چون به نوعی اون حمایت غرب رو ازش خواهد داشت و ما شاهد تکرار اون وقایع خواهیم بود که در سال 1974 در قبرس تکرار شد. ممنونم آقای گلی. اعمال گلی، روزنامه‌نگار از دسا آلمان. بابا برخی از خیابان‌های اصلی بیروت برای دومین روز پی در پی به دلیل اعتراض گسترده به وضعیت اقتصادی مسدود است. معترضان لاستیک خودروها را آتش زدند و نیروهای امنیتی از گاز اشکاور استفاده کردند. معترضان خواهان برکناری رهبران شدند و معترضان شیعه در اقدامی بی سابقه به دفاتر حزب الله حمله کردند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. دومین روز از تظاهرات سراسری در لبنان در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی. شعله تظاهرات دیشب هنوز خاموش نشده. تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف دوباره با آتش زدن تایر ماشین‌ها خیابان‌ها را مسدود کردند. این دومین دور از تظاهرات گسترده در ماه اخیر است. معترضان از هر قشری خواهان برکناری رهبران این کشورند، از مسیحی و سنی تا حزب الله شیعه مذهب. اعتراض تظاهرکنندگان به بحران اقتصادی، بیکاری و فساد دولت مردان است. ما سالها با دروغاشون زندگی کردیم. اونا با پول مردم تو کاخاشون نشستن. ماشیناشون رو با پول مردم میخرن. ما داریم از گرسنگی میمیریم و اونا بهترین غذا رو میخورن. بچه‌هاشون تو بهترین دانشگاه‌ها درس میخونن. اعتراض‌ها از دیشب شروع شد. آنچه خشم این معترضان را شعله ور کرده، تصمیم دولت برای مالیات بستن به روی تماس‌های صوتی در واتساپ بود. البته دولت در پی اعتراضات از تصمیمش عقب نشینی کرد، اما خواست‌های معترضان فراتر از مالیات بر سوخت و مخابرات است. ما همه فقیریم و خواسته ما شغله، حق و حقوقمونه، برق، آب، ما تحصیلات می‌خوایم. یکی داره گدایی می‌کنه که خرج تحصیل بچه‌شو بده. ما می‌خوایم با عزت زندگی کنیم. اینجا معترضان در مرکز بیروت در مقابل ساختمان اصلی دولت شعار می‌دهند که مردم به دنبال سرنگونی دولت هستند. نیروهای امنیتی در پاسخ به گاز اشکاور متوسل شدند. لبنان یکی از بیشترین بدهی‌های دولتی در جهان را دارد. 37% از افراد زیر 35 سال بیکارند. لبنان پس از سال‌ها توانست طرح بودجه تنظیم کند، اما در پی این تظاهرات سعد حریری نخست وزیر لبنان مجبور شد که جلسه هیئت وزیران را برای بحث درباره بودجه سال بعد لغو کند. اقتصاددانان میگویند اعتراضات زمانی رخ داد که اقتصاد لبنان بیش از هر زمان از دوره جنگ دهه 80 میلادی در آستانه سقوط است. اما معترضان از قشرهای مختلف میگویند جان به لبشان رسیده. پرهام قبادی، بی بی سی. در پی درخواست طرفداران استقلال کاتالونیا اعتصابی عمومی در سراسر این منطقه برقرار شده. حمل و نقل عمومی و ادارات دولتی هم تعطیل شدند. تصاویر زنده می‌بینیم از بارسلون، جایی که در چند ساعت گذشته چندین هزار معترض از سراسر این منطقه برای راهپیمایی آمدند و در این شهر جمع شدند. این تظاهرات در ادامه اعتراض‌ها به حکم دادگاه عالی اسپانیاست برای اون 9 نفر از رهبران جدایی طلب کاتالان
که عملا به علت مشارکت در برگزاری همه پرسی اعلام استقلال به 9 تا 13 سال زندان محکوم شده بودند. تصاویر زنده دیدید از بارسلون. اما در اتفاقی تاریخی برای اولین بار دو زن به تنهایی در فضا قدم زدند. کریستین کوچ و جسیکا میر، فضانوردان آمریکایی، ساعتی پیش از ایستگاه بین‌المللی فضایی خارج شدند تا باتری‌های لیتیوم این ایستگاه رو عوض کنند. تصاویر زنده دارید می‌بینید از ایستگاه بین‌المللی فضایی. قرار هست این دو زن حدود 5 ساعت رو بیرون ایستگاه بمونند. 14 فضانورد زن در 55 سال گذشته در فضا قدم زدن، اما در همه موارد فضانوردان مرد اونها رو همراهی کردن. این اولین بار هست که دو فضانورد زن به تنهایی در فضا برای در واقع اصلاح بخشای از ایستگاه بین‌المللی فضایی قدم میزنند. دانشمندان برای اولین بار نشان دادن که میتوانند از فضا برای بگل نشستن نهنگ ها استفاده بکنن. اونها با استفاده از ماهواره ها میتونن نهنگ هایی رو تشخیص بدن که در ساحل گرفتار شدن. پژوهشگران معتقدن این فناوری میتونه به محیط باران کمک کنه که اتفاقات اینچنینی رو سریعتر برای کمک در اتفاقات اینچنینی دست به کار بشن. ربکا مورر گزارش میده. قول‌های اعماق آب‌ها هستند که در اقیانوس‌های جهان پرسه می‌زنند، اما وقتی مشکلی پیش می‌آید مقیاس آن خیلی بزرگتر می‌تواند باشد. سال گذشته در غرب استرالیا 150 نهنگ در ساحل به گل نشستند. تا تیم نجات برسد اکثرشان مرده بودند. در اتفاقات این چنینی زمان حیاتی است، اما دانشمندان راه تازه‌ای برای ردیابی گیر افتادن نهنگ‌ها پیدا کردند. از فضا با استفاده از ماهواره‌های قوی می‌توانند هزاران کیلومتر از ساحل را زیر نظر بگیرند و روی حیوانات زوم کنند تا زمانی که لاشه یک نهنگ منقاریان آشکار شود. ماهواره‌ها به ما توان عکاسی می‌دهند تا گیر افتادن نهنگ‌ها را خیلی سریع‌تر از مردم ببینیم که روی زمین در مناطق دورافتاده می‌تونن این کارو بکنند. این به ما فرصت بیشتری میده تا سریع دست به کار بشیم و از پدیده گیر افتادن نهنگ‌ها درس بگیریم تا انشالله عملکرد ما را در مدیریت اقیانوس‌هامون بهتر کنه. اسکلت این نهنگ آبی تمام فضای خالی اینجا رو توی موزه تاریخ طبیعی پر کرده. ابعاد بزرگ این حیواناته که رویتش رو از فضا آسون‌تر می‌کنه. اما ما هنوز خیلی چیزها رو در مورد نهنگ‌ها نمی‌دونیم، اینکه چطور زندگی می‌کنند و چطور می‌میرند. اگه ببینیم چند تاشون گیر افتادند و کجا به گل نشستن، به ما کمک می‌کنه بهتر متوجه بشیم چرا این اتفاق می‌افته. گیر افتادن نهنگ‌ها اتفاق پیچیده‌ایه. ممکن است به دلیل مریضی یا کمبود غذا باشد و مسائلی مثل آلودگی، تصادف با قایق‌ها و تغییرات اقلیمی مشکل ایجاد می‌کنند. نهنگ‌ها شکارچی‌های درجه یکی هستند و در چرخه اکوسیستم دریایی خیلی مهمند. اگر فعالیت‌های انسان باعث آسیب بهشون بشه، ما باید اون رو بررسی کنیم و در صورت امکان کاهشش بدیم. ماهواره‌ها بیشتر و بیشتر به کمک محیطبانان می‌آیند. حالا مرغ‌های دریایی را از فضا دنبال می‌کنند. مهاجرت کل‌های یالدار هم رصد می‌شود و فناوری کمک می‌کند تا اندازه گله پنگوئن‌ها تعیین شود. این ماهواره‌ها دارن خیلی قوی میشن. کیفیتشون داره بهتر میشه و ما با استفاده از توانایی‌های یادگیری این ماشین و هوش مصنوعی داریم کارها رو اتوماتیک می‌کنیم تا اطلاعاتی رو که می‌خوایم ازش بیرون بکشیم و این می‌تونه در بسیاری از زمینه‌ها تحولی بزرگ ایجاد کنه. نهنگ‌ها که زمانی به دلیل شکار بی‌رویه تا سرحد انقراض رفتن، حالا شمارشان دوباره رو به رشد است، اما روند احیایشان آسیب پذیر و استفاده از فناوری برای بررسی آن کلیدی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.